سال 2050 سیاره ما و شرایط زندگیمون کاملا دگرگون میشه. هوش مصنوعی به اوج استفاده خودش میرسه. بیماری ها رو تشخیص میده و درمان میکنه. به لطف هوش مصنوعی دیگه توی فروشگاه ها نیازی به حضور صندوقدارها و یا ایستادن توی صفای طولانی نیست. مجری تلویزیون ربات ها خواهند بود. پیکای رباتیک برامون بسته میارن. ربات های مجهز به هوش مصنوعی بسیار شبیه انسان خواهند بود. تا سال 2050 ربات های سگی و دیگر حیوانات به عنوان حیوان خانگی با انسان ها همراه میشن. ربات ها به عنوان نیروی کار همه جا دیده میشن. معلم، خواننده، نوازنده، آشپز، داروخانه‌دار، مأمور اجرای قوانین، ورزشکار و دیگر شغل. میتونیم ربات هایی با صدا و چهره پدر و مادرامون بسازیم که وقتی از دنیا رفتن هنوز بتونن با همون صحبت کنن و حس کنیم کنارمونه. صدها سنسور روی لباس، خونه و محیط زندگیمون نصب میشه تا اطلاعات مربوط به سلامتی رو نمایش بده و سطح زندگی رو ارتقا. هوش مصنوعی با انسان ترکیب میشه، مثل چیپ های مغزی پروژه نورالینک ایلان ماسک که اختلالات عصبی مثل آلزایمر، پارکینسون، آسیب های نخایی و نابینایی رو درمان میکنه. بسیاری از افراد نابینا، ناشنوا و معلول توسط همین چیپ ها درمان میشه. ممکنه حتی بتونیم وسایل رو با ذهنمون کنترل کنیم و از طریق سیگنال های مغزی با هم ارتباط برقرار کنیم. تا 2050 اندام های مصنوعی رباتیک قوی تر و حتی پیشرفته تر از اندام های اصلی خودمون میشن. چشم ها و گوش های مصنوعی وارد بازار میشن. تا 30 سال دیگه به وسیله واقعیت مجازی میتونیم لباس ها رو پرف کنیم و ببینیم بهمون میاد یا نه و حتی تماس تصویری سه‌بعدی داشته باشیم. میتونیم دور دنیا رو سفر کنیم و یا از سیارات دیگه بازدید کنیم. همه و همش فقط از توی خونه. تا سال 2050 اکثر خودروها الکترونیکی خواهند بود. پمپ بنزین ها ناپدید و با ایستگاه های شارژ خونگی جانشین میشن. ماشین های بی سرنشین وارد بازار میشن. البته الان هم تسلا و بنز و بی ام و روی این پروژه کار میکنن، اما تا 2050 دیگه تا نیازی نیست که ماشین فرمون داشته باشه. ماشین ها همه برقی و خودران میشن. تاکسی ها دیگه راننده ندارن و به صورت خودران هدایت میشن. کامیون ها و قطار ها هم همینطور به طور خودران و با هوش مصنوعی هدایت میشن. هزاران هزار تریلی بدون راننده کشورها را سفر میکنن و بدون دخالت انسانی محمول جا به جا میشه. پهپادها هم دقیقا همین کار برای مسیرهای کوتاهتر و بسته های کوچیکتر میکنن. البته حتما یادتونه که ما توی ایران اینو خیلی زودتر رونمایی کردیم. هواپیماهای الکتریکی با تیک آف و لندینگ عمودی در اختیار حمل و نقل شهری قرار میگیرن و اینجوری سفرهای بین شهری و داخل شهری کوتاه‌تر میشه. یکی از شرکت‌هایی که روی این پروژه کار میکنه اوبره که میخواد مسافرکشی هوایی رو به واقعیت تبدیل کنه. تا 2050 احتمالاً همه شهرها تاکسی هوایی خواهند داشت. آشنا نیست؟ اما شاید هم حمل و نقل سریع به جای آسمون به زیر زمین بیاد. شرکت بورینگ ایلان ماسک شروع به حفر تونل‌های زیر زمین کرده که حمل و نقل فوق سریع رو به وسیله خودروهای تسلا ممکن می‌کنه. اگه ماسک بتونه هزینه این پروژه رو کمتر کنه، تا 2050 شهرها هزارها تونل خواهند داشت. علاوه بر این، پروژه هایپرلوپ ایلان ماسک که برای حمل و نقل بسیار سریع و ارزان بین شهری طراحی شده، حتما تا سال 2050 بهره برداری میشه و میتونه جای هواپیما رو برای سفرهای بین شهری بگیره. سفرهای سریعتر، ایمنتر و راحتتر. هواپیماها هنوز برای سفر بین قاره‌ای وجود خواهند داشت، ولی با مدل‌های جدیدتر، هواپیماهای الکتریکی و هواپیماهای فراصوتی. اگر هواپیما براتون تکراری شده، میتونین تنوع بدین و از فضاپیما برای سفرهاتون استفاده کنین. برای فضاپیما، شرکت فضایی اسپیس ایکس میخواد از فضاپیمای جدیدش به اسم استارشیپ برای حمل و نقل مسافر به سرتاسر کره زمین استفاده کنه. این فضاپیما میتونه ظرف حدود 20 دقیقه از نیویورک به لندن سفر کنه. ناسا و شرکت‌های خصوصی فضایی برنامه‌های بسیاری برای سفر انسان‌ها به ماه و مریخ دارن. اما بلند پرواز این میدون یعنی اسپیس ایکس برنامه داره که تا سال 2030 انسان رو به مریخ بفرسته و به محض ورود شروع به ساختن یک کلونی دائمی روی مریخ بکنه. ایلان ماسک میخواد تا سال 2050 یک شهر مریخی با 1 میلیون جمعیت داشته باشه. بقیه شرکت‌های فضایی هم در تلاشن که تا 30 سال دیگه یک کلونی دائمی هم روی ماه داشته باشیم. در نتیجه هتل‌های فضایی روی ماه و مریخ و مدار گردش زمین خواهیم داشت که برای سفرهای ماجراجویانه فوق‌العاده خواهند بود. سلول‌های بنیادی، مادر تمام سلول‌ها، میتونن به سلول‌های مختلفی تبدیل بشن و علاجی برای بیماری‌ها باشن. در آینده به وسیله فناوری سلول‌های بنیادی بیماری‌های زیادی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 1، آرتروز، آلزایمر، پارکینسون و دیگر بیماری ها درمان میشن.
حتی ممکنه واکسن این بیماری ها بیاد، واکسن هایی که از سرطان، دیابت، آلزایمر و چیزهای دیگه جلوگیری میکنه. یکی دیگه از پیشرفت های بیولوژیکی ویرایش ژنگه که این امکان رو ایجاد میکنه که بشر مستقیما دی ان ای رو دستکاری کنه، قسمت معیوب رو برداره و با دی ان ای سالم جایگزین کنه. ویرایش ژنی برای درمان بیماری های لاعلاج، افزایش طول عمر و اصلاح ژنی جنین مورد استفاده قرار میگیره. حتی ممکنه ژن‌های بچه‌های آینده رو هم بتونیم تغییر بدیم، بچه‌های زیباتر، قوی‌تر و باهوش‌تر داشته باشیم و حتی ژن بسیاری از بیماری‌ها رو از بچه‌ها حذف کنیم. جنگ‌ها تغییر می‌کنن و در فضا اتفاق می‌افتن. بهره‌برداری از منابع ماه و سیارات دیگه شروع میشه. حتی ممکنه بتونیم شهاب سنگ‌های بزرگی که از کنار زمین رد میشن رو به دام بندازیم و از فلزاتشون بهره برداری کنیم. میتونیم بسیاری از حیواناتی که منقرض شدن مثل ماموت‌ها رو دوباره احیا کنیم و به این دنیا برگردیم. مزارع رحم‌های مصنوعی احداث میشن و کودکان در مزارع رحم‌های مصنوعی رشد میکنن و اینطوری زایمان‌ها ساده‌تر میشن و حتی کسایی که نمیتونن بچه دار بشن هم بچه دار میشن. موبایل به اینترنت ماهواره‌ای متصل میشه و هر جایی، حتی در هواپیما یا فضا هم میتونه به اینترنت دسترسی داشته باشه. با پیشرفت علم و تکنولوژی عمرها طولانی تر میشه و انسان‌ها میتونن 150 یا 200 سال عمر کنن. اما شما فکر میکنین که تا سال 2050 دنیا دیگه چه تغییری میکنه؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و کانال ما رو هم سابسکرایب کنین. اگر موضوعی مد نظرتونه حتما توی کامنت ها بگین تا براتون ویدیو بسازیم. اگر اینستاگرام دارین هم پیج ما رو در اینستاگرام فالو کنین. مرسی که این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.